پیام موشک ها. خانواده موشک های شهاب را باید معروفترین موشک های ایرانی در دنیا دانست. موشک هایی در انواع میان برد و دور برد که نوع آخر آن یعنی شهاب 3 با بردی بیش از 1100 کیلومتر 15 متر ارتفاع و بیش از 15 تن وزن در سال 1377 آزمایش شد. سال 1385 سجیل بول 23 تنی ایرانی با سر جنگی 650 کیلوگرمی و برد 2000 کیلومتری به غرش در میآید. این موشک به دلیل استفاده از سوخت جامد ظرف چند دقیقه آماده پرتاب شده و پس از شلیک هم پرتابگر آن به سرعت محل را ترک می کند. این ویژگی احتمال نابودی قبل از پرتاب را به حداقل می رساند. همچنین سرعت بسیار بالای سجیل که حدود 4300 متر بر ثانیه است، امکان رهگیری آن توسط دشمن را عملاً غیر ممکن ساخته و کمتر از 7 دقیقه اهداف خود را در سرزمین‌های اشغالی نابود خواهد کرد. موشک کوتاه برد فاتح 110، برد 300 کیلومتر، سوخت جامد، وزن سر جنگی 500 کیلوگرم. فاتح 110 در سال 86 آزمایش و به عنوان دقیق‌ترین موشک نقطه‌زن ایرانی به تعداد بالا در اختیار نیروهای مقاومت حزب الله قرار گرفت و از لبنان تا جنوبی ترین نقطه از سرزمین های اشغالی را در تیر رس خود دارد. علاوه بر این، با در اختیار قرار گرفتن موشک خلیج فارس که نوع دریایی کلاس فاتح است، تمامی ناوهای جنگی رژیم صهیونیستی نیز با تهدیدی سخت و شکننده مواجه خواهند بود. تهدیدی که با موشک های ضعیف‌تر و از نوع کروز در جنگ 33 روزه ناوچه سائر ارتش این رژیم را در آب‌های مدیترانه متلاشی نمود. الان في عرض البحر في مقابل بيروت انظروا اليها تحتوي. نه مرداد 1389 قیام با برد 800 کیلومتر سوخت مایع و 645 کیلوگرم وزن سر جنگی با هدف انهدام پایگاه‌های نظامی آمریکا رونمایی می‌شود. بارزترین ویژگی قیام که بیشتر مورد توجه قرار گرفته نداشتن بالک است که قابلیت پرتاب از سیلوهای مخصوص پرتابگرها و زیر دریایی‌ها را برای این موشک ایجاد نموده است. پاییز 1394 اماد موشک دوربرد بالستیک دیگر ایران با بردی معادل 1700 کیلومتر است که برخلاف دیگر موشک ها قادر به کنترل 4 سطح آیرودینامیکی است و تجهیز آن به سامانه هدایت شونده امکان هدایت تا اصابت به هدف را فراهم می کند. اما در این بین راکت های فجر 3 و 5 با برد تقریبی 80 کیلومتر این امکان را برای مجاهدان فلسطینی ایجاد کرده تا شهرهای مختلف رژیم صهیونیستی را آماج حملات خود قرار دهند. علاوه بر هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی، موشک‌های ایران قابلیت شلیک به سمت پایگاه‌های نظامی آمریکا در نقاط مختلف غرب آسیا را نیز دارند. پایگاه‌هایی از جمله پایگاه هوایی بگرام در افغانستان، پایگاه‌های نظامی شمسی و شهباز در پاکستان، فرودگاه مناس در قرقیزستان، پایگاه نظامی اینجرلیک در ترکیه و پایگاه‌های نظامی حاشیه خلیج فارس از جمله پایگاه هوایی العدید در قطر، پایگاه هوایی السالم در کویت، پایگاه شیخ عیسی در بحرین، پایگاه الظفره در امارات متحده عربی و پایگاه ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین، نقاطی که همگی در تیررس موشک‌های آماده به شلیک ایران قرار دارند. پنتاگون نیز در آخرین گزارش سالیانه خود این گونه خطر قدرت نظامی ایران را به مسئولان آمریکایی گوشزد می‌کند. ایران ذخیره قابل توجه از موشک‌هایی را دارند که قادرند سر تا سر منطقه از جمله پایگاه‌های نظامی ایالات متحده و اسرائیل را هدف قرار دهند.